بحث امروز امشب در واقع 2.5 ساعت رو اختصاص دادیم به مناسبات سیاسی و فرهنگی دو کشور همسایه ایران و عراق. بسیار بدیهیه که کشورهایی که دارای اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و همینطور حضور در جغرافیای مشترک هستند، در این راستا هماهنگی‌های بیشتری از یک سو برای جلوگیری از خطرات ناشی از تهاجم فرهنگی و نرم کشورهای فرامنطقه‌ای داشته باشند و از سوی دیگه خود به عنوان الگوی مناسب برای کشورهای کوچکتر و تأثیرپذیرتر قرار بگیرند. در برنامه 2.5 ساعت امشب با حضور کارشناسان محترم به بررسی ظرفیت‌ها و اشتراکات فرهنگی و سیاسی دو کشور همسایه ایران و عراق خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. بابا این همه عقب جلو کردی آخرش نتونستی درست حسابی بگی صورت مسئله چیه؟ من همچی راحت و بسیجی فهم میگم، تو میشه یه گوشه خواستی بگی ولی تته پته کردی. صورت مسئله این بود مقام عظما که تو سوریه داره میخوره تو پوز مبارکشون، اگه تو عراق هم قالی از زیر پاشون کشیده بشه که داره میشه، خب دیگه لنگ مبارکش میره و هوا کله مبارکش میاد رو زمین. این یه بحث. اینم گفته باشم اینجا که اگه یارو فلات پیشه مشنگ گنده بکو آوردی منو به ترسونی کور خوندی، فهمیدی یا نه؟ این خودش الان قبض روحه، انقدر داستان داره برای ترسیدن که من آخریشم. از دعوای تو مجلس که حداد عادل موی لاریجانی رو میکشه و لاریجانی کفگرگی میذاره تو پوز حداد که در حقیقت تو پوز مقام عظما میخوره، تا مذاکره و لو رفتن اورانیوم 27% و اینا، همه اینا خفتمون گیر افتاده. باید یه قیمت این وسط بدی. تا حالا میخواستیم مفتکی بریم جلو. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن باهاتون از کردم. بله میفهمودن که یارو رفت هتل گفت آقا اتاق چنده، گفتن که 80,000 تومان اتاقه، ولی پارکینگ برای ماشینت مجانیه، صبونه مجانیه، مهمونه با ماشین. شوته گفتش که خب پس ما امشب تو ماشین میخوابم، صبونه رو بگیم بیارم برام تو پارکینگ. حالا به جای صبونه با چوب اومدن تو پارکینگ سراغمون. فهمیدی یا نه؟ یه جمله بگم سر 5 به اضافه 1، این جلیلی مشنگ فکر کرده اوضاع احوال و موقعیتش تو مذاکره همون موقعیت چند سال پیشه. شعور نداره بفهمه که بابا زمونه عوض شده. از اون راست که پتروس فداکارو با دهقان فداکار اشتباه میگیره، میره انگوش میکنه تو چشم راننده قطار، کرده تو چشم مقام عظما. این بار دوست ندارم وقت بذارم از گیجه این موجی بگم، خلاصه بگم خودم شاهد بودم. تو جاده داشتیم میرفتیم، تابلو خطر رو که میدید به راننده میگه مواظب باش، نوشته به قطر چکان نزدیک میشوید. خلاصه الان نه نظام اون وقت هاست، نه طرف حساب ها بود. یه داستان استراتژیکی میگم که پند استراتژیکی بگیری از توش. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر از کردم. بله میفهمودن که یارو کلافروشه با کلاهاش داشت از جنگل رد میشد، خسته بود رفت زیر درختی گرفت خوابید، بیدار که شد دید ای دل غافل میمونا همه کلاها رو برداشتن دست هر کدوم یه کلاه، مگه میشه این همه کلاه رو پس گرفت؟ یه فکر بکری به کلش زد، سرشو خارون، دید همه میمونا تقلید کردن سرشونو خاروندن، کلاه خودشو از سرش برداشت، همه میمونا برداشتن کلاه رو، پرت کرد زیر درخت، همه میمونا پرت کردن همونجا، رفت کلاه ها رو برداشت و رفت. اینو داشته باش. خیلی سال گذشت تا نوه اون یارو هم که کلاه فروش بود همین قضیه براش اتفاق افتاد. پدر بزرگ داستانه رو برای نوهش تعریف کرده بود، نوه با اعتماد به نفس با درس گرفتن از تجربه سرشو خاروند، میمونا هم خاروندن، کلاه رو برداشت، میمونا هم برداشتن، کلاه رو پرت کرد زیر درخت، هیچ میمونی پرت نکرد. یه میمونه اومد جلو گفت خره فکر کردی فقط خودت پدر بزرگ داری؟ در وسط مناقشه نیست، کسی فکر نکنه میخوام به طرف مذاکره ها توهینی بکنم، دارم جلیلی رو با میمون مقایسه میکنم که اگه قد میمونم شعور داشت از تجربه های قبلی درس میگره. باقی بحث ها بمونه برای کلاس بعدی استراتژی. همینا رو داشته باشید که براتون کافیه.